تنش‌های ایران ایالات متحده همچنان ادامه دارد و از آخرین ویدیو از من خواسته شد که به طور خاص به توانایی‌های دفاعی ایران بپردازم. علی‌رغم آنچه در خبرها مشاهده می‌کنید که چگونه آنها لحظه جنگ را به تصویر می‌کشند، من اعتقاد ندارم که این احتمال باشد. گرچه احتمالاً در صورت گفتن برعکس بیننده و کلیک بیشتر می‌گیرم، اما رهبران و مردم هر دو کشور با جنگ مخالف هستند. اما قبل از اینکه این اتفاق افتد، چه نوع پیشبینی آن را می توانیم به تصویر بکشیم؟ ابتدا این درگیری عمدتاً در خلیج فارس و منطقه نزدیک به آن را خواهد. احتمال درگیری گروه‌های تحت حمایت ایران مانند حزب الله هم وجود خواهد داشت و همچنان احتمال حمله به دارایی‌های آمریکا و متحدین آمریکا و همچنان حملات سایبری توسط فرماندهی دفاع سایبری ایران انجام خواهد شد. اما بیشتر این حملات که در اخبار می‌خوانید نیاز به زمان فراوان داره. زمان برای تنظیم کد خاص مناسب و سوء استفاده از نفوذ در شبکه کامپیوتری و سپس شناسایی هدف و شروع حمله. پس برای حملات سایبری وقت کمتری دارند که بتوانند انجام دهند. همچنان تاثیر کمتری هم خواهند داشت. علاوه بر این درگیری عمدتاً به منطقه محدود می‌شود. ایران در حالی که با داشتن یک ارتش نسبتاً بزرگ نمی‌تواند به دور از خاک خود عملیات انجام دهد. از زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده از طریق ناوگان نیروی هوایی و ناوگان هوایی بزرگ یک قدرت غالب در آسمان بوده است. ایالات متحده به دنبال کنترل آسمان و هر گونه درگیری در آنچه برتری هوایی خوانده می‌شود است. بدون برتری هوایی، پیروزی در جنگ عملاً برای آمریکا غیر ممکن است و ایران دائما در حال بمباران و از بین بردن هر گونه تعرضی که آمریکا از طریق زمین به آن دست می‌زند می‌تواند باشد. ایران دارای یک نیروی هوایی با اندازه مناسب و بزرگ است، اما بخشی از اعظم آن به قبل از انقلاب ایران در سال 1979 باز می‌گردد. آنها جنگنده F-14 دارند که آن را در اواخر دهه 70 از آمریکا دریافت کردند. تعداد دقیق آنها که عملیاتی هستند نامشخص است. آنها در ابتدا 79 F-14 را از آمریکا خریداری کردند و طبق آخرین گزارش‌ها 10 تا 20 را در جنگ ایران عراق از دست دادند و دو تای دیگر را طی سال‌هایی که دچار سانحه شدند از دست دادند. از جمله یکی دیگر در اوایل ماه مه امسال و برخی دیگر به دلیل نبود قطعات تعمیر و نگهداری غیر فعال شدند. یک آنها برای تعمیر سایر F-14 های دیگر قطعات شدند. عدم وجود قطعات یک مسئله مهم برای ایران است. بعد از انقلاب آمریکا تمام خرید و فروش قطعات را به ایران تحریم کرد تا اطمینان یابند که هرگز به آن قطعات دست یافته نمی‌توانند. با وجود این تحریم‌ها ایران توانسته است با تولید تجهیزات خودی و خرید لوازم یدکی غیرقانونی در بازار سیاه تقریباً 40 فراند F-14 را عملیاتی نگه دارند. آنها همچنین نسخه های خودی موشک های قنفذ هوا به هوا در آرسنال F-14 استفاده می کنند. با وجود همه اینها، F-14 هنوز هم یک جنگنده بسیار توانمند است و تا آنجا که موشک های دوربرد دارد می تواند یک هواپیمای خطرناک و تهدید عمده برای آمریکا باشد. در صورت موفقیت در شلیک برخی هواپیماهای آمریکایی، F-14 ایرانی می تواند تهدید ویژه‌ای برای آمریکا در منطقه باشد. ایران همچنان هواپیمای F-5 را نیز استفاده می کند. اعتقاد بر این است که حدود 70 فراند از این جنگنده عملیاتی هستند. F-5 یک جنگنده کوچک اما بسیار توانمند است و امروزه از جمله انواع و مشتقات آن در سراسر جهان هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد. ایران نسخه های داخلی خود به نام کوثر هم از این هواپیما ساخته است. البته در مورد توانایی آن سوال های موجود است. بر علاوه بر اینها، ایران 30 تا 40 MK پرتر آمریکایی، 20 سوخوی روسی و 20 میراژ F و 10 جنگنده J-7 چینی برای دفاع از کشورشان دارد. اما اگر پایگاه ها و میدان های هوایی ایران از بین برود، این هواپیماها بیفایده است. یکی از اولین کارهایی که ایالات متحده انجام می‌دهد، هدف قرار دادن این پایگاه‌ها با موشک‌های کروز با برد طولانی مانند تاماهاک و جازا است. ما بارها دیدیم که این کار را انجام دادن، مثلا در جنگ عراق، لیبی و سوریه و سایر جاها که رادارها و مهمات و انبار سوخت و سایر موارد مهم را برای باندهای پرواز هدف قرار دادن. در حالی که باند فرودگاه ها اغلبا می توانند نسبتا تعمیر شوند، از دست دادن امکانات مانند انبارهای سوخت و تأسیسات نگهداری می تواند اثرات طولانی مدت داشته باشد. برای مقابله با این تهدیدها،
ایران دفاع هوایی مستقر در زمین خود را بنا کرده است. یکی از جنبه‌های اغلب مورد توجه دفاع هوایی رادارهای هشدار دهنده است. مردم تمایل دارند روی اسلحه‌ها یا موشک‌ها تمرکز کنند. اما اگر نمی‌دانید هدف کجا است، این اسلحه‌ها بی‌فایده است. من تعداد زیادی از سایت‌های راداری که در سراسر ایران پخش شده‌اند را توجه کردم. سیستم هوایی نسل پنجم قابل ذکر است که نیوبور نامیده می شود و یک سیستم راداری پیشرفته ساخته شده روسی با قابلیت های بسیار چشمگیر، از جمله توانایی های بهتر تشخیص هواپیماهای خفا مانند هواپیماهای آمریکایی F-22 و F-25 و بمب افکن B است. در مورد موشک ها، یک از سیستم های بسیار پرکاربرد به عنوان هاکی به ویژه از قلب پدافند هوایی را توانمندتر ساخته است. سیستم دیگر است که ایران قبل از انقلاب دریافت کرده است. می توانید این پدافندها را که در پایگاه‌های نظامی و پایگاه‌های هسته‌ای و سایر اهداف با ارزش بالا پخش شده است در سراسر ایران مشاهده کنید. آنها نسخه‌های خود را از هاوک نیز تهیه کردند. HQQ قدیمی‌تر چینی و اتحاد جماهیر شوروی این امکان را برای ایران می‌دهد تا از یک منطقه گسترده محافظت کند. اما تاریخ مصرف آنها گذشته و عدم محرک بودن آنها را در برابر حمله های آمریکا آسیب پذیرتر می کنند. با برد متوسط سیستم های بسیار پرتحرک و متنوع نیز وجود دارد، مانند سیستم تو و یک نسخه از HQ 7 چینی نیز در تعداد قابل توجهی کار می کنند. همه اینها می تواند تهدید جدی برای هواپیماهای آمریکا در منطقه باشد. اما قدرتمندترین سیستمی که آنها استفاده می کنند S-300 روسی می باشد. ایران هر دو مدل S-300 P و S-300 M را استفاده می کند و اعتقاد بر این است که دارای 4 باتری از هر کدام آنها می باشد. در صورت تعجب، P به معنی متحرک است که نسخه اصلی S-300P دیگر در دست تولید نیست و M به این معنی است که آپدیت شده است و منظورشان ارتقا یافته است. این سامانه‌ها موبایل و متحرک هستند. در تصاویر ماهواره‌ای در اطراف پایتخت ایران مشاهده شدند و همچنان در سایت‌های هسته‌ای بوشهر هم وجود دارند. و نظر به توانایی و تحرک دوربرد آنها، اینها احتمالاً بزرگترین تهدید برای هواپیماهای آمریکا خواهد بود. برای سرگرمی، من یک سایت S-300 را با همان تعداد پرتابگرها و رادارها و بیتریها را اندازی کردم و با F-18 هورنت که مسلح به موشک‌های ضد تابش است از عراق پرواز کردم. برای فرار از رادارها تعداد تپه‌ها در این منطقه وجود دارد که به من این امکان را می‌دهد که دور از چشم رادارها پرواز کنم و احساسات‌ها را نابود کنم. البته این یک بازی ویدئویی است. زمان واکنش دامنه‌ها برآورده شده است و در سایر سایت‌های راداری ایران یا هواپیماهای رهگیری اثرگذار نبود. اما اهمیت قرارگیری این سایت‌ها در منطقه با دید واضح نشان می‌دهد که به طوری که این اتفاق نمی‌تواند رخ دهد. در ابتدا روسیه به دلیل فشار آمریکا از فروش سیستم S-300 به ایران دریغ کرد، اما چند سال بعد روسیه سیستم را نیز به آنها فروخت. اما ایران نیز کپی S-300 خود را توانست بسازد. یک سیستم مشابه است با برد S-300 و رادارها و موشک‌های مشابه. همچنان برای دفاع در برابر موشک‌های کروز پروازپایین سیستم تورتور استفاده می‌کند. سیستم تورتور در سوریه کاملا توانمند ثابت شده است. حتی اگر به اطلاعات منابع باور داشته باشیم، موفق‌تر از سایر سیستم‌های رقیب عمل می‌کند. تورتور از سطح زمین به بالا به ویژه برای شلیک موشک‌های کروز طراحی شده و ایران حدود 30 عدد از آنها را دارد. ایران ده‌ها و صدها قایق موشکی دارد که مسلح به موشک‌های ضد کشتی که هدف اصلی آن شلیک به کشتی‌های دریایی آمریکایی است. همچنان ده‌ها سایت موشکی ضد کشتی مستقر در زمین وجود دارد، مانند این یکی. و نگرانی در اینجا وجود دارد، از اینجا که ایران علاقه به غرق شدن کشتی‌های آمریکایی دارد، پیش از آن که آمریکایی‌ها بتوانند موشک‌ها و جنگل‌های خود را پرواز کنند و خاک ایران را مورد اصابت قرار دهد، اگر ایران بر این باور باشد که جنگ اجتناب ناپذیر است، می‌تواند به طور بالقوه منجر به حمله فزاینده شود. برای کمک به کاهش تهدیدات، همانطور که در فیلم آخر گفتم، ایالات متحده احتمالاً گروه حمله خود را دور نگه می‌دارد. بیشتر با استفاده از موشک‌های کروز و هواپیماها برای حمله به ایران استفاده می‌کند. و این دقیقاً همان کاری است که ایالات متحده در زمان نوشتن این کار اخیراً انجام داد. ناو هواپیمابر آمریکایی ابراهیم لینکلن
وارد خلیج فارس نشده است و در دریای عرب بیشتر به سر می‌برد و سرانجام یکی از بهترین دفاع‌های ایران موشک‌های آن است. ایران در سال‌های اخیر مقادیر زیاد پول را در برنامه‌های موشکی بالستیک خود سرمایه‌گذاری کرده است و انبار انبوهی را ایجاد کرده است که به سرعت در حال توسعه جدی است و در درگیری با آمریکا بدون شک ایران صدها عدد از این موشک‌ها را بر علیه آمریکا استفاده خواهد کرد. این موشک‌ها برد کوتاه‌تری دارند و نمی‌توانند به ایالات متحده برسند. فقط قادر به دستیابی به منطقه فوری است. دقت این سلاح‌ها در مورد حمله موشکی بالستیکی در سوریه در ژوئن 2017 با استفاده از آنچه گفته می‌شود یک شهاب 3 از ایران از شلیک شده هستند که به هدف‌های با فاصله بیش از 600 کیلومتری که از آن برخورد کردند. راپورها نشان می‌دهد که دقت این سلاح‌ها در حال افزایش است. نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های کویت و امارات متحده در خلیج فارس می‌توانند به طور حتم هدف‌های این موشک‌ها باشند که باندهای پرواز را از بین ببرند یا حتی گروه‌های از هواپیماهای پارچیده روی باند را هدف قرار گیرند. خسارات بزرگ و احتمالاً حتی باعث می‌شود که پایگاه‌های هوایی برای مدتی در برابر این حملات از کار بیفتند. آمریکا برای دفاع در برابر این حملات پدافند هوایی نصب کرده، مثل پاتریو سنتل که دارای بیش از ده ها سایت قابل مشاهده است، در حال گسترش از تاب جای بیشتر را مورد حفاظت قرار دهند. من یک جنگ زمینی را برای یک فیلم دیگر ذخیره می کنم، اما آمریکا با برتری هوایی تانک ها و نیروهای ایرانی را در یک نقطه ضعیف قرار خواهد داد. با وجود همه اینها توانایی تحمل خسارات بسیار سنگین ایالات متحده وجود دارد، اما حداکثر ایالات متحده را آهسته تر می کند و آنها می توانند از پایگاه هایی که در اطراف ایران دارند، مانند افغانستان، عراق و کویت و امارات متحده، برای حمله به ایران استفاده کنند. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید و حتما فراموش نکنید که چنل ما را سابسکرایب کنید برای ویدیوهای بیشتر.